16 بازی ویدیویی کپی که میلیون ها دلار درآمد داشتن. امروز براتون قراره بازی های کپی و اسکی رو معرفی کنم. پس با من همراه باشید. سلام رفقا، من محمد امین از فارسی گیم تی وی هستم. یادتون نره که لطفاً کامنت انگلیسی بذارید و ویدیو رو لایک کنید تا حسابتون نپره. یادتون نره که لطفاً ما رو سابسکرایب کنید، زنگوله رو هم بزنید، اینستاگرام ما رو هم فالو کنید. لینک چنل دوم و سوممون هم داخل دیسکریپشن هست. حتماً اونجا رو ساب کنید. حالا بریم سراغ ویدیو. در اکتبر 2021 یه بازی ترسناک سه‌بعدی جدید منتشر شد به نام پاپی پلی تایم که فوراً محبوبیت خودش رو افزایش داد، اما همچنین تبدیل به یکی از پرفروش‌ترین بازی‌های تاریخ شد. در عرض چند ماه صدها کپی در اپ استور ظاهر شد که یکی از اونها به طور خاص به بیش از 5 میلیون دانلود رسید. فرار از هیولای آبی. و نه، این توصیف پاپی پلی تایم نیستش. از سطوح گرفته تا مکانیک، کل این بازی از ابتدا به عنوان یک کپی کامل طراحی شده بود. منظورم اینه که اونا حتی گرپک رو هم آورده بودن. از فروشگاه دلاری هاگی واگی تا گرافیک، خیلی بدتر از اصلش. شگفت‌انگیزه که میبینیم چنین کپی مسخره‌ای تا این حد موفق شده. مثلا چقدر میتونه بدتر بشه؟ خب، تا زمانی که به امانگاس نگاه کردم متوجه شدم که بازار بازی کپی واقعا چقدر بزرگه. همه یه قطعه از اون رو زمانی که بسیار محبوب شد میخواستم و البته این شامل ورولف امانگاس هم میشد. این کل مفهوم و طراحی بازی رو میگیره، اما اون رو به جای سفینه فضایی در دوران قرون وسطا قرار میده. اونا حتی نسخه خودشون از ونت کردن با درهای ستاره‌ای و رابط کاربری یکسان برای جلسات دارن. با کمال تعجب این بازی بیشتر به عنوان جایگزینی برای امانگاس در چین ساخته شد، چون نسخه اصلی در اونجا ممنوعه و در غیر این صورت یک کپی کامل از بازیه، درست مثل کریتیو دیستراکشن و فورتنایت. البته سال 2018 تحت سلطه بازی جدید بود که میلیاردها دلار درآمد داشت. در عرض 9 ماه یک کپی با شباهت چشمگیر راه اندازی کردند. توسعه دهندگان به کپی کردن طراحی فورتنایت موسیقی لوپول بسنده نکردند. این دیوونه کننده بود که چقدر از اونها دور شدند. موقعی که اون رو به صورت رایگان برای تلفن همراه منتشر کرد، بلافاصله میلیون‌ها بازیکن رو به دست آورد، در حالی که به یکی از پردانلودترین بازی‌ها در تاریخ چین تبدیل شد. اونا قصداشن چندین تورنمنت جوایز تا 100 هزار دلار رو اجرا کنن و برای جریان فورتنایت این چیز درآمد زیادی داشت، اما متاسفانه زیاد دوام نیاورد. از جوان 2022 سرورهای کریتیو دیستراکشن برای همیشه خاموش شدن و بازی فورتنایت و پاپی پلی تایم فوق‌العاده موفق هستن. معروف‌ترین شخصیت بازی‌های ویدیویی در تمام دوران سوپر ماریو هستش. این فرانچایز بیش از 22 میلیارد دلار از فروش بازی‌های ویدیویی به دست آورده و با پول کپی‌هایی مثل گریت جیانا سیسترز هم به دست میاد. تقریباً در همون زمان ماریو بروس اصلی ظاهر شد. این پلتفرمر هر چیزی که در مورد اون عالی بود رو برداشت و به خوبی از اون کپی کرد. تنها تفاوت اینه که شما به جای پرنسس پیچ باید خواهرتون رو نجات بدید و به نوعی در نقش مرد موزرد پرپوش و نه یه لوری که ایتالیایی بازی می‌کنید. بر اساس شایعات توسعه دهندگان گری جاین سیسترز میخواستن چیزیش بسازن که شبیه سوپر ماریو بروس باشه، اما بتونه روی کنسولهای دیگه هم اجرا بشه. این یه موفقیت فوری بود و میلیونها دلار درآمد داشت، اما این نینتندوه که شما با اون درگیر هستید و بعد از چند هفته بازی اصلی ناپدید شد. بازیهای بعدی ضعیفی در مورد خواهران جیانا وجود داشته، اما همه اونا شکست خورده و با نقدهای منفی روبرو شدن، برخلاف کپی بعدی ما. در سال 2016 پوکیمون گو انقدر محبوب بود که تنها چیزی بود که مردم ماها در موردش صحبت میکردن. شما انقدر توجه دارید، زمان عالی برای ساختن کپی خودتونه و Let's Hunt Monsters کاملا شیطانی بود. تنسن جایگزینی برای پوکیمون گو در چین ایجاد کرد که تا به امروز اجازه ورود به این کشور رو نداره. مفهوم داشتن موقعیت مکانی گوشی رو به عنوان بخش از گیم پلی بازی، حتی گرفتن هیولاها و این توپ‌های جعلی پوکبال در نظر گرفت. این بازی بعد از پوکیمون گو به دومین بازی محبوب AR تبدیل شد و حتی در 5 ماه بیش از 50 میلیون دلار درآمد کسب کرد، چیزی که معمولا برای کپی نادره. خلاقیت نداره. بنابراین من به توانایی ادغام هیولاها برای ایجاد هیولاهای جدید اعتبار میدم. حداقل کاملا یکسان نیستش. به غیر از اون 7 از 10 در مقیاس کپی، یعنی میتونه بدتر باشه، مثل بزرگترین کپی ماینکرافت. باید اعتراف کرد این احتمالاً یکی از بازی‌هایی که بیشتر شبیه‌سازی‌های اون رو دیدید، به دلیل محبوبیت بالایی که بازیکنان اون رو به صورت رایگان می‌خوان. ناگفته نمونه که بازسازی بازی چقدر آسونه. یکی از اینا کسل ماینر زده که تمام دنیای ماینکرافت رو می‌گیره، تعدادی اسلحه به اون اضافه می‌کنه و شخصیتی رو به شما میده که به نظر میرسه مستقیماً از وی خارج شده. اما باید اعتراف کنم حتی برای یک کپی نسبتاً مناسبه و حتی برخی از ویژگی‌های مناسب به فرد خودش رو داره، مثل اژدها. یعنی کی نمی‌خواد یه تفنگ الماس رو امتحان کنه؟
اما لازم نیست همه کپی‌ها شبیه سازی ارزان قیمت باشن. برخی از اونها حتی بازی کاملا مدرنی هستن که به سادگی از دیگران الهام میگیرن و چیزی فوق‌العاده مشابه خلق میکنن. احتمالا نام مورتال کمبت رو شنیدید و اگه این چنینه ممکنه نام کیلر اینستینکت رو هم شنیده باشید که بسیار بازی مشابهیه. هر دوی اونا فینیشرها، تلفات، حتی برخی از شخصیت‌های کامل یکسانی دارن، اما کیلر اینستینکت هنوزم برخی از عناصر خودش رو اضافه کرده. چیزایی مثل سیستم کمبو در اون زمان در مورتال کمبت وجود نداشت. بنابراین حس میزنم حتی میتونید بگید که از همدیگه الهام میگیرن. بازی های دیگه این مثل بوردر لنز حتی نسخه های تکراری خودشون هم داشتن. بازی موبایل باونتی هانتر بلکتاون تم RPG و تیراندازی و همچنین کل سبک هنری بوردر لنز رو در اختیار داره. در اولش بازی موبایل معمولی به نظر میرسه تا زمانی که متوجه میشید که حتی درختان، مهارت، آثار و دشمنان بسیار شبیه هم هستن، اما حداقل اونا کمی خلاق‌تر هستن و یک کپی مطلق از بوردر لند درست نکردن و به بازیکنان موبایل تم بازی رو میدن. وقتی بازی ها سبک مناسب به فرد دارن، تعجب آور نیست که ببینیم اونا کاملا کپی شدن و تیم فورتس 2 به خاطر شخصیت های نمادین و ظاهر کارتونیش معروفه. فاینال کمبت یک کپی چینیه که تصمیم گرفت همه اینا رو به خوبی انجام بده. اونا حتی سعی نکردن اونا پنهان کنن. همه شخصیت ها به همین صورت معرفی شدن و اگه این کافی نبود، کلاس ها به طور کامل از TF2 هم به سرقت رفتن. راکت شبیه به سربازه اما لباس آتش نشون به تن داره. مدیکی الان به جای پزشکی پرستار جوونه. مرد چاق یک کلاس سنگین باز طراحی شده. اونا فقط تشتیر انداز رو با یه زن عوض کردن و به سادگی پایرو رو در لباس دلقه قرار دادن. بنابراین ممکنه فکر کنید وای این خیلی وحشتناکه. اما اونا یه قدم فراتر رفتن و حتی کل نقشه رو شبیه سازی کردن. اگه من جای توسعه دنده بودم از دیدن انیمیشن های دزدیده شده و گیم پلی یکسانم عصبانی می‌شدم. حالا کپی‌ها هیچ وقت رکورد خوبی با گرافیک و کیفیت نداشتن و همینو میشه در مورد این کپی آنچارتد هم گفتش. این بازی با همون فرض مکان و ماموریت. آنیرتد یه بازی تقریبا مشابه با نسخه اصلیه. آنیرتد همچنین شخصیت یه شکارچی گنج رو دنبال میکنه که در حال حاضر به تنهایی از نظر ظاهری به نیتن دریک شبیه. حتی با بازی کردن این بازی به نظر میاد که شما یه نسخه بتای بسیار اولیه آنچارتد با گرافیک از سال 2003 هستید. گاهی اوقات به نظر میاد که سازنده با برخی از دیالوگ‌های شخصیت‌ها اشتباه کرده، حتی با استفاده از کلمات آنچارتد. منظورم اینه که کاملا واضحه که از کجا الهام گرفتن. از مبارزه برای گنج گرفته تا هدف بازی. استریت فایتر یه بازی آرکید افسانه‌ایه که امروزه هم تا حد زیادی محبوبه. تنها 2 سال بعد از انتشار بازی دوم یه بازی به نام فایترز هیستوری ظاهر شد که دقیقا بر اساس همون مفهوم گیم پلیه و منظورم اینه که بیا به نظر میرسه که فوتوکپی دقیق هستش. از همون کنترل های استریت فایتر 2 و همچنین سبک های مبارزه و انیمیشن ها استفاده میکنه. منظورم اینه که حتی گوینده هم به نظر میرسه یکیه. یکی دیگه از شبیه سازی هایی که همه میتونه درباره اون اتفاق نظر داشته باشن فایو نات ات ریچل هستش. یه کپی آشکار از Five Nights at Freddy's با برخی تغییرات ساده در شخصیت‌ها و ظاهر اونا. در غیر این صورت به سختی میتونید بگید که در حال انجام بازی متفاوت هستید. حالا در اول آفریل سازنده تصمیم گرفت دنباله‌ای رو منتشر کنه که خنده‌دار بود. بازی یکسان به نظر می‌رسید، اما به جای قفل شدن در دفتر برای نظارت بر دوربین‌ها میتونید اتاق رو ترک کنید و در اطراف قدم بزنید. بعد اسلحه استفاده کنید. نه تنها این، بلکه موقعی که با انیماتورنیکا روبرو میشید این بار اونا به طور قابل توجهی متفاوتن، چون پا رو به سمت شما میگیرن. کل دنباله شوخی عالیه و احتمالاً یکی از بهترین کپی های این لیسته، صرفا برای لذت بردن از فیلمبرداری انیمیشن های مثل این جلوه های صوتی مسخره. قطعا ترس رو از بازی خارج کرد، اما من اون رو به خاطر اون دوست دارم. اما همه کپی ها توسط توسعه دهندگان بازی های مستقل ساخته نمیشن. گاهی اوقات حتی برندهای بزرگ هم میتونن از این روند استفاده کنن و روند خودشون رو تکرار کنن. استار وارز دارک فورسز یه بازی تیراندازی پلی‌استیشن 4 که شما رو در مبارزه با امپراتوری قرار میده. با این حال موقع بازی گرافیک و گیم پلی هر دو شبیه به فرانچایز دوم هستش. با دیدگاه اول شخص سوتوی سبک هزار تویی برای تشمیل و یافتن هدف نمیشه انکار کرد که لوکاس آر اس به وضوح در اینجا الهام گرفته. اما حداقل در این بازی ایده رو گرفت و به جای ایجاد یک کپی کامل از نسخه اصلی اون رو برای خودش ساخت. برای NOVA یا همون نووا این یه بازی تیراندازی اول شخص آینده نگره که شباهت زیادی به هیلو داره. سلاح‌های علمی، مکان‌های تیم فضایی و حتی طراحی شخصیت‌ها تقریبا از همدیگه قابل تشخیص نیستن. بازی به طرز وحشتناکی اجرا میشه. با گرافیک خوبم عملکرد ضعیفو جبران نمی‌کنه.
بدتر از اون گیم پلی بازی به خودی خود آنی و داستان اون خیلی بده. تنها مزیت واقعی نووا اینه که برای PSP و موبایل در دسترس بود، در حالی که هیلو فقط برای ایکس باکس در دسترسه، اما قطعا به هیچ وجه جایگزین مناسبی نیست. یکی دیگه از مواردی که به همون اندازه بیشمون است بابزی هستش، یه بازی پلتفرمر اسکلور جانبی که در اون شما یه حیوان فوق سری با هدف جمع‌آوری سکه و تشمیل سطوح هستید. کمی آشناس بله، این یه کپی واضح از بازی‌های سونیک و تقریبا هر ایده‌ای رو که میتونستن از نسخه اصلی گرفتن. واقعا بد به نظر میرسه و برای بازی متمرکز بر فیزیک و پریدن اونقدر هم عالی نیستش. بدتر از اون این شخصیت میتونه آزاردهنده و تکراری بشه و فقط باعث میشه که بخواید بازی رو سریعتر متوقف کنید. اما در مورد چیزی که ممکنه خیلی بد به نظر نرسه، روبوپون یه نقش آرپیجیه که بر شخصیت کودی و دنیایی از موجودات متمرکز میشه که میتونن جمع‌آوری بشن و در کنار شما بجنگن. این یه کپی کامل از پوکیمون هستش با شخصیت‌های مشابه، عناصر گیم پلی و منوهای تقریبا یکسان. اونا چندین نسخه به نام‌های خورشید، ستاره و حتی ماه ساختن. من تا حالا این نام‌ها رو نشینده بودم. گیم پلی بازی هم عملاً یکسانه و داستان، ظاهر و هیلا همه رو از نسخه اصلی کپی کردن. خب رفقا، ازتون ممنونیم که این ویدیو رو تا انتها تماشا کردید. اگر از ویدیو لذت بردید حتما لایک کنید و کامنت انگلیسی بذارید تا در آینده ویدیوهای بیشتری تولید کنیم. تا ویدیوهای بعدی، روز و شب خوبی داشته باشید.